وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. خدا إن شاء الله مغفرت كل ديكو تشكر أزهمي أزام
که تا این لحظه با ما بودن. با عزت باشین، روز بر همگی شما بخیر. خداوند والده صاحبران غیری به رحمت کنه. تشکر، خدا حافظ. هموطنان عزیز و بینندگان تلویزیون سیمای باختر، ملا جمداده از شهر هانوور به شما صحبت میکند و این تلاوت قرآن شریف که امروز در هانوور آقای قاری محترم آقای زبیهی ادا کردن، البته قبلا هم طوری که به ما گفتن از طریق اینترنت با شماری از دوستان عزیز از اکثر کشورهای جهان که میخواین تلاوت قرآن را از قاری به آقای زبیهی فرا بگیرن، امروز درسشان بود، ما هم پای درس بودیم یک ساعت و از درس ها و اینا هم مستفید شدن و تانستم که این 5 یا 7 دقیقه برای دوستان و عزیزان که تا حال مستقیم از تلویزیون ما پخش نشدن. البته شخصیت آقای زبیهی نه تنها در افغانستان و ایران بلکه خیلی کشورهای اسلامی میشناسن، ولی بازم من از فرصت استفاده کردم امروز به مناسبت اولین سالگرد مرحوم حاج امین الله زبیهی در شهر هامبورگ برگزار شده که بنده هم به همین مناسبت از برلین امروز به هانوور آمدم و تا 2 ساعت دیگه در مراسم سالگردشان شرکت میکنیم که اونجا هم آقای زبیهی حتما به تلاوت قرآن شریف خواهند پرداخت. تشکر از شما. ما هم همینجا از جناب منجم‌زاده صاحب که افتخار مملکت ما و مردم ما و جامعه ما هستند و از همون آوان نوجوانی و از جوانی خود را در رساندن صدای ملت شریف افغانستان به سر تا سر دنیا در همین تحولات 45 سال اخیر در هر جایی که بوده به نفع مردم افغانستان و جامعه افغانستان صدا بلند کردن و صدای مظلومیت مردم افغانستان را در سر تا سر جهان به گوش جهانیان در جهان غرب و شرق و به همه جا رساندن، این نشان هم باید افتخار ما هستن. تشکر میکنیم، این توفیق نصیب شد که ما در خدمت جناب ایشان باشیم. السلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون از شما.